سن پایین ازدواج در اونجا خب برای جوانی که سرد و گرم روزگارو نچشیده تشکیل خانواده خب ریسک نه فقط جدایی و اختلاف رو خیلی بالا میبره، بلکه اصولا هنوز شخصیت فرد قوام پیدا نکرده و فردیتی پیدا نکرده. بنابراین خانواده یه ابزار هویت بخشیدن به فرد هم داره میشه در جامعه نظیر ایران، که اگه فرد مستقل باشه اصلا در واقع یه انسان کامل و با حقوق شناخته نمیشه. به عنوان دختر یا پسر عذب به نوعی این اصطلاح نوعی نگاه تحقیرآمیز رو داره به فرد، به ویژه تا اونجا که به دختر برمیگرده. و مجموعاً فشارهایی که در دور و بر وجود داره برای اینکه فرد هر چه زودتر تشکیل خانواده بده، در تحت یه همچین شرایطی به خصوص وقتی شاهد این واقعیت هستیم که بسیاری از آدمایی که ازدواج میکنند در جامعه نظیر ایران اصلا حتی خیلی نمیشناسن، یه خواستگاری صورت میگیره، یکی رو دورا دور میشناسه و قیافه شو دیده و یا یک دوتا سلام علیکی داشته خوشش اومده، با خواستگاری این روابط شکل گرفته. بسیاری از ازدواج ها اگر نگیم همه، که همه نیست، به هر برخی ها متفاوت تر بوده، ولی بسیاری از ازدواج ها زود رست بدون شناخت کافی تحت یک شرایط کاملا نابرابر شکل میگیره. خب در خانواده‌ای که تحت این مجموعه پیش شرط ها شکل میگیره، واضحه که نقش عنصر عشق اگر اصلا وجود داشته باشه، که در خیلی موارد هم وجود نداره، یکی از آخرین فاکتورهایی میشه که نقش ایفا میکنه. یک همچین خانواده‌ای ساختاری سخت استبدادی به خودش میگیره، با اعمال قدرت بلا منازعه مرد بر زن و گفتم والدین بر کودک. از اینجا میخوام یک نتیجه گیری بکنم. دوام خانواده در جوامع نظیر ایران یا کشورهای موسوم به جهان سوم یا کشورهای توسعه نیافته یا هر اسم دیگری که میگذاریم نشانه سلامت خانواده نیست الزاماً. نشانه این واقعیت هستش که این خانواده انقدر ساخته در واقع اجباری نیرومندی داره که گسست از اون به سادگی صورت نمیگیره، به سادگی میسر نیست، به ویژه برای زن. برای اینکه این گسست میتونه پیامدهای بسیار منفی داشته باشه. یک زن اگر اونجا بخواد جدا بشه، اگر از رابطش ناراضی باشه، خطر از دست دادن سرپرستی کودک، مسئله مشکل حقوقی که اصلا حق طلاق رو داره یا نداره، مسئله امرار معاش اقتصادی بعد از جدایی که یکی از جدیترین مشکلاتی هستش که بسیاری از زنان باش روبروند، مسئله فشار فرهنگی جامعه که به زن مطلقه به چشم یک در واقع جنس دست دوم نگاه میکنه و اصلا در هنگام طلاق معمولا نگاه ها متوجه زن میشه که گویا اون مقصر اصلی این ماجرا هست، و اینقدر این فشار فرهنگی قویه که حتی خانواده دختر معمولا فشار میاره که دختر حتی اگر ناراضی هست باقی بمونه در اون زندگی، چون طلاق یک نوع در واقع گناهی هست، یک نوع سرفکندگی برای خانواده دختر داره که حتی به راحتی تو خانواده خودش جا پیدا نمیکنه. تحت همچین شرایطی معلومه اگه یک دختر یک زن هم از رابطه ناراضی باشه، تن میده به رابطه، ادامه میده به رابطه، نارضایتی یا اختلافات سرپوشیده باقی میمونه، نه اینکه اختلاف یا مشکل وجود نداره، این اختلافات سرپوشیده باقی میمونه. بگذارید از یک ترم نظری استفاده بکنم، یک ترم تئوریک که در واقع راجع به قدرت، مفهوم قدرت هست. بین هر نهادی تو اجتماع و تا اونجا که به بحث ما برمیگرده بین اعضای خانواده، همیشه یک تضاد قدرتی وجود داره، یک منبع قدرتی وجود داره. اول من قبل از اشاره به توضیح این تضاد قدرت از یک چیز نکته دیگه شروع کنم. نگاه ما به اینکه خانواده ضرورتاً یک نهادی همگون و هماهنگ هست یه تصور خیالی است. اصلا چنین چیزی در هیچ جای دنیا وجود نداره. خانواده مثل هر نهاد دیگری از دو تا
به قول معروف رابطه تشکیل شده، یک بخشش علایق مشترکه، منافع مشترکه، یک بخشش منافع و علایق مستقل هر فرده. در نتیجه خانواده هم توش تضاد منافع وجود داره، هم اشتراک منافع بین زن و مرد، بین والدین و کودکان، بین تک تک اعضای خانواده. بنابراین شما نمیتونید عنصر اختلاف رو از اصولا خانواده کنار بگذارید و فکر کنید همه خانواده بدون اصلا خانواده بدون اختلاف میسره. پس اگر خانواده مسئله تضاد و اختلاف هم بخش از زندگی روزمره و ذات اصلا این نهاد هم هست، مثل هر نهاد دیگری، مقولاتی نظیر قدرت، تضاد و سازش مقولات کلیدی میشن که روابط خانواده رو ورق میزنن، رقم میزنن. حالا تو خانواده‌ای که با شرایطی که من ترسیم کردم فاصله اختلاف قدرت زیاد باشه، یعنی یک طرف زن فاقد هر نوع قدرتی باشه و یک طرف مرد به نفس مرد بودن به عنوان رئیس خانواده به دلیل پشتیبانی که حقوق اجتماع ازش میکنه، فرهنگ جامعه ازش میکنه و قصا علیهازا، از قدرت بسیار بالایی برخوردار باشه، این فاصله اختلاف قدرت میتونه اونقدر شدید باشه که طرف دیگر که تحت ستم هست صداش در نیاد، اعتراض نکنه، در واقع درگیری آشکاری اتفاق نیفته در این خانواده. اما این به این معنی نیست که این خانواده ضرورتاً همونطور که گفتم خانواده خوشبختی است. رابطه در تحت همچین شرایطی شما در واقع شاهد این هستید که یک رابطه بهره کشی یا بی تصمیمی برقراره، یعنی یا زن تن به این رابطه نابرابرانه و ظالمانه میده یا بی تصمیمه، یعنی ناراحت هم باشه چون منبع قدرتی نداره کار زیادی نمیتونه بکنه، حد اکثر گلو و شکایت و قهر و آشتی و اینجور چیزها هستش. خب در مورد کودک ماجرا صد بار بدتر از این قضایی هست. کودک اصلا تو اون جامعه هیچ جا بهش یاد ندادن که انسانه، حقوق داره، که اصلا صحبت بکنه تکلیف حقوق من چی میشه. بنابراین بگذارید اینجوری خلاصه بکنم، ساختار خانواده در جامعه ایران اساسا ساختاری استبدادی است و به این دلایلی که برشمردم اختلافاتی که در درون این خانواده ها وجود داره نهفته و پنهان هست و اینکه آشکار نمیشه، به درگیری آشکار در خیلی موارد هم کشیده میشه، اینجوری نیست که هیچ وقت کشیده نشه، ولی اگر جدایی کم هست یا درگیری ها و تنش ها میتونه محدودتر از مثلا توی مهاجرت باشه، به دلیل این تفاوت سطح قدرت شدیدی که وجود داره که مهاجرت این رابطه قدرت رو به هم میزنه. اساس بحث من این هستش که دلایلی که در مورد جدایی های بسیار زیاد در میان ایرانی ها که بالاترین یکی از بالاترین ارقام جدایی ها در کل مهاجرین به خودشون اختصاص دادند، اینکه انقدر زیاده، دلیلش در واقع در این تغییر رابطه قدرت نهفته است. بگذارید قبل از توضیح این تغییر رابطه قدرت به چند تا نکته آماری اشاره کنم. لابد میدونید که سوئد یکی از کشورهایی که در کل دنیا بالاترین رقم طلاق رو در کل دنیا به خودش اختصاص داده. اگه طلاق و جدایی رو با هم در نظر بگیریم، چون طلاق و جدایی یکی نیست، اینجا خیلی ازدواج نمی کنن که طلاق بگیرن، سامبو هن، با هم مشترک زندگی میکنن و بعد میتونن جدا بشن.